محمد یزدی در آخرین موضع‌گیری خود مدعی شده است هاشمی با ارسال پیام تسلیت به میر حسین موسوی و خانوادهش ضربه جدیدی به حیثیت خود وارد کرده است. این اولین بار نیست که محمد یزدی در نقش رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هاشمی را مورد حمله و خطاب قرار می‌دهد. اما پس از کنارگیری هاشمی از مسند ریاست مجلس خبرگان رهبری انتظار می‌رفت این نوع برخوردها به فراموشی سپرده شود. در همین ارتباط ساعتی پیش گفتگوی انجام دادیم با حجت الاسلام هادی قابل عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت. به نظر شما دلیل اتخاذ این مواضع و این گونه برخوردهای تند بر علیه آقای هاشمی در این برهه زمانی چی است؟ آقای یزدی مدتی که نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی مواضعی تند رو اتخاذ میکنه که این مواضع میتوان گفت موضع شخصی ایشون هم هست و سایر اعضای جامعه مدرسین خیلی همراهی و همگامی در این گونه مواضع با ایشان ندارند. تا کنون چند مورد اتفاق افتاده که آقای یزدی موضعی رو گرفته و برخی از اعضای جامعه مدرسین اعلام کردن که این حرف سخن شخصی ایشون هست و نه موضع جامعه مدرسین. اما در مجموع آقای یزدی و مجموعه کسانی که هم فکر و همراه آقای یزدی هستند طبیعی است که با آقای هاشمی رفسنجانی مزبندی دارند و تمام تلاششون بر این هست که آقای هاشمی رفسنجانی رو به طور کلی از صحنه فعالیت و مسئولیت های در درون جمهوری اسلامی کنار بگذارند و این آرزوی در واقع قلبی اونها هست. به همین جهت هر کاری که آقای هاشمی انجام بده که برخلاف میل و مذاق آنها باشه اون رو علن میکنن و سعی میکنن که این وسیله ضربه‌ای به ایشون بزنن و کاری بکنن که حالا یا خود ایشون به طور کلی و مطلق و یا اینکه از ناحیه مسئله عالی نظام ایشون رو کنار بگذارن. از این نکته رو هم بدانیم که دوران در واقع اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم به پایان رسیده و طبیعتاً تعیین دور جدید اینها امیدوار هستن که این گونه موارد و ایراداتی که برای آقای هاشمی گرفته میشه سبب بشه که در واقع از سوی رهبری دیگه ایشون رو برای این مسئولیت به کار نگمارند و اونها به آرزوی خودشون برسند. من فکر میکنم این که به این گونه مسائل خیلی دامن داده میشه از سوی آقای یزدی و مجموعه کم فکریشون هست بیشتر در این جهت هست که فاصله آقای هاشمی رو با مجموعه در واقع حاضریت بیشتر بکنم و ایشون رو کاملا از بدنه بگیرم و جدا بکنم. فکر میکنید که در صورت به پایان رسیدن حضور آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آیا گزینه مناسبی برای جایگزینیشون وجود داره؟ ببینید بحث گزینه مناسب، این کلمه مناسب رو من نمیدونم با چه تعبیری ما بایستی مطرح بکنیم. به هر جهت در درون حاکمیت امروز این گونه نیستش که همه چیز مناسب و در جایگاه خودش قرار گرفته باشه و طبیعتاً تلاش اونها این هست که این سنگرها کاملا در اختیار همون طیف در واقع حامی دولت قرار بگیره و این در واقع عملی هم شده. قبلا همین بحث در مورد خبرگان مطرح بود و می گفتیم آیا گزینه مناسبی برای این قضیه پیدا می شود یا پیدا نمی شود. بس مناسب نیست. بس این هست که به هر جهت این مسئولیت ها رو آیون
میخوان همه رو در اختیار داشته باشن و همه هر کام رو میخوان در دست خودشون داشته باشن. بله افرادی رو دارم اگر بخوان جایگزین بکنن، حالا مناسب باشد یا نباشد بعجب اینها جایگزین میشن. و من فکر میکنم که الان بعد از داستان مجلس خبرگان بیشترین توجه در این هست که آقای هاشمی رو از این سمت هم بتونن کنار بگذارن و زمینه برای کنار گذاشتن در واقع کامل ایشان. این قصد در میان طیفی مثل آقای یزدی هست، حالا تا کجا موفق بشن یا برای مجموعه حاکمیت این در واقع شدنی باشه و یا به نفعشون باشه به مصلحتشون باشه، اینها مسائلی هستش که بایستی در آینده شاهد اون باشیم.